کمی به این فکر کنید. آیا تا حالا موردی توی زندگی شما بوده که براش دعا کردید ولی جواب نگرفتید، بعد از خداوند گله من شدید؟ عزیزان، اجازه بدید مطلبی را خدمتون عرض کنم و اون این که برای من کاملا ثابت شده که خداوند همیشه بهترین و بیشترین لطفش و زمانی شامل حال من کرده که دعای مرا بی جواب گذاشته. بله، تعجب نکنید که این خدمتون عرض میکنم. واقعا خداوند خیلی مواقع لطفش و زمانی شامل حال من کرده که جواب بعضی از دعاهای مرا نداده و بعد از گذشت زمان و تغییر موقعیت ها و نیازهای اون زمان متوجه میشم که اون خواسته من در اون زمان و به اون شکل و صورت از خداوند بیجا بوده و به صلاح هم بوده که آن نیاز در آن زمان و به آن صورت که من درخواست میکردم برآورده نشه. عزیزان، بجاست که قبل از ادامه صحبتمون به یاد بیاریم که خداوند کیست؟ به راستی که خداوند خدای محبت است. خداوند خود بارها و بارها در کلامش انجیل مقدس به ما می‌فرماید که او چقدر ما را دوست دارد. کلام خداوند برای بیان این محبت خیش به ما این چنین است: خدا به قدری مردم جهان را دوست دارد که یگانه فرزند خود را فرستاده است تا هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه زندگی جاوید بیابد. آمین. بله عزیزان، باز برای اثبات محبت خدا در کلام او انجیل مقدس می‌خوانیم که می‌فرماید قیمت دو گنجشک چقدر است؟ خیلی ناچیز. ولی حتی یک گنجشک نیز بدون اطلاع پدر آسمانی شما بر زمین نمی‌افتد. خیلی جالب عزیزان، بله، خداوند حتی از وجود گنجشک های بی ارزشی که در این دنیا هستن با اطلاعه و میخواد با این نمونه و به این سوال به ما بگه که چقدر از حتی جزئی ترین امور این دنیا هم خداوند با اطلاعه. و یه مثال خیلی جالب تر دیگه خداوند میفرماید، به طور خیلی ساده و روشن به ما میگه که از تمام حال و روز ما با خبره. خداوند در دنباله همین آیه می فرماید تمام موهای سر شما نیز حساب شده است. خدا را شکر. امیدوارم که عزیزان اگه در حال حاضر خودتون یا عزیزی که می شناسید در یک مریضی و مشکلیه که شفا و حل اون از قدرت انسان خارجه، مطمئن باشید که خداوند قادره و از آن موقعیت سخت شما کاملا با خبر می باشه. خداوند بسیار مشتاق و مایل است که ما دل سرد نشویم و با خلوص نیت همواره احتیاجاتمون را به حضور او ببریم. خداوند در این باره می فرماید، در انجیل مقدس می فرماید اگر قوم من که به اسم من خوانده می شوند فروتن شده دعا کنند و مرا بطلبند و از راه های بد خیش بازگشت نمایند، آنگاه ایشان را از آسمان اجابت نموده گناهانشان را می بخشم و سلامتی را به سرزمین آنها باز می گردانم. خدا را شکر. خب حالا ببینیم چه دلایلی میتونن وجود داشته باشن که خداوند جواب دعاهای ما را نده. بر طبق تعالیم کتاب مقدس انجیل، دلیل اولی که برای جواب سوالمون میتونیم بیابیم اینه که در واقع گناهان ما موجب میشن که خداوند جواب دعاهای ما را نده. بله دوستان، خیلی اوقات ما در زندگی مرتکب گناهانی شدیم که نه تنها دل خداوند را شکسته، بلکه باعث شده تا مانند سدی و دیواری برکات و محبت‌های الهی خداوند بر ما نازل نشند.
اما حالا چطور میتونیم انتظار داشته باشیم خداوند خواهش های ما را برآورده سازه در حالی که ما قوانین و فرامین خداوند را نادیده گرفتیم و احتمالاً زیر پا گذاشتیم؟ برای حل این مشکل بزرگ بهتره که اول مطمئن بشیم که حتماً از خداوند طلب بخشش کرده ایم. بله، تنها در صورت اعتراف به گناهانمان در حضور خداوند است که راه را برای رسیدن دعاهایمان به حضور وی باز می کنیم. توجه بفرمایید که دلیل اول بی جواب ماندن دعاهایمان وجود گناهان توبه نکرده و اعتراف نشده به حضور خود خداونده و برای رفع این مشکل می بایستی به خداوند گناهانمان را اعتراف کنیم و حتما از او طلب بخشش بنماییم. دوستان، وقتی عرض کردم که باید از گناهانمان توبه کرده و به حضور خداوند آن گناهان اعتراف نشده را اعتراف کنیم، این دلیل بر ضعف یا اینکه خداوند از اونها مطلع نیست، بلکه توبه و اعتراف ما به گناه ما را از تکرار گناهی که خلاف قدوسیت خداونده باز می‌داره و یک رابطه سالم پدر و فرزندی را با خداوند به وجود میاره. اجازه بدید یک قسمت از کلام خدا را خدمتتون قرائت کنم که با دقت گوش فرا بدید تا نه تنها مهربانی و لطف خدا را به ما یادآور میشه، بلکه از حکمیت و توانایی و بزرگی خداوند نیز برای ما درس هایی داره. خواهش میکنم به این قسمت خوب توجه کنید. از مزمور 139 میخونم. علم کامل و مراقبت خداوند. ای خداوند، تو مرا آزموده و شناخته ای، تو از نشستن و برخاستن من آگاهی، فکرهای من از تو پوشیده نیست، تو کار کردن و خوابیدن مرا زیر نظر داری و از همه راه‌ها و روش‌های من با خبر هستی. حتی پیش از آن که سخنی بر زبان آورم تو آن را می‌دانی. مرا از هر سو احاطه کرده‌ای و با دست خود مرا حفظ نموده‌ای. شناختی که تو از من داری بسیار عمیق است و من یارای درک آن را ندارم. از حضور تو به کجا می توانم بگریزم؟ اگر به آسمان صعود کنم تو در آنجا هستی، اگر به اعماق زمین فرو روم تو در آنجا هستی، اگر بر بالهای سحر سوار شوم و به آن سوی دریاها پرواز کنم در آنجا نیز حضور داری و با نیروی دست خود مرا هدایت خواهی کرد. اگر خود را در تاریکی پنهان کنم یا روشنایی اطراف خود را به ظلمت شب تبدیل کنم، نزد تو تاریکی تاریک نخواهد بود و شب همچون روز روشن خواهد بود. شب و روز در نظر تو یکسان است. تو مرا در رحم مادرم نقش بستی و مرا به وجود آوردی. تو را شکر می کنم که مرا این چنین شگفت‌انگیز آفریده ای. با تمام وجود دریافتم که کارهای تو عظیم و شگفت‌انگیز است. وقتی استخوان‌هایم در رحم مادرم به دقت شکل می‌گرفت و من در نهان نمو می‌کردم، تو از وجود من آگاه بودی. بلی، حتی پیش از آن که من به وجود بیایم تو مرا دیده بودی. پیش از آن که روزهای زندگی من آغاز شود تو همه آنها را در دفتر خود ثبت کرده بودی. خدایا، چه عالی و چه گرانبها هستند نقشه هایی که تو برای من داشته ای. درک عظمت آنها از فهم من بالاتر است. هر روز که از خواب بیدار می شوم کماکان خود را در حضور تو می بینم. خدایا، بدکاران را نابود کن. ای جنایتکاران، از من دور شوید.